سلام، منصور سپهبند هستم. عرض کنم حضورتون صدا و سیمای ما را از طریق شبکه جهانی و خانوادگی رادیو تلویزیون ITN تلویزیون ایران تماشا میکنید. عرض کنم که در جامعه ایرانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، همیشه زنان یه نقش سازگار و کارساز و کلیدی دارن. زنان با حمایت از خانوادهشان ایستادی در برابر مشکلات گاه از مردها جلوترن. زنان در جنگ بیماری‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌ها از خود قدرت فوق‌العاده‌ای رو نشون دادن و نمونه‌اش رو دو سه سال قبل باش صحبت کردم، هفته گذشته تکرار برنامه دو سه سال قبل رو باش داشتم و امروز خودشو دارم، یعنی چهره هنرمند بسیار محبوبمون خانم زهره رمزی، که به خاطر بعد مسافت و اینکه ایشون در لاس وگاس زندگی میکنن، ما هم از طریق تکنولوژی روز اسکایپ ازش خواهش کردم که مهمان برنامه باشه. زهره رمزی عزیز از چهره‌های مطرح جامعه هنری ماست که با بسیاری از چهره‌های خوب ایرانی و چهره‌های بین‌المللی نقش آفرین بوده، چه در زمینه تئاتر و چه در زمینه سینما و یا سریال‌های تلویزیونی. زهره رمزی اگر خاطرتون باشه، در ارتباط با سرطان مقاوم بود، در ارتباط با سرطان مقاومتی رو نشون داد و به نوعی سرطان رو در گذشته شکست داد. اما خبری تازه از زهره رمزی رو شنیدم. زهره رمزی در لاس وگاس، من منصور سپهبند در لس آنجلس خدمت زهره عزیز سلام میگم و خیلی خیلی ازت ممنونم با شرایط کنونی که داری دعوت منو قبول کردی. مرسی عزیزم، سلام گرم به تو. سلام میکنم خدمت شما منصور عزیز و تمام بینندگان تلویزیون محشر شما. مرسی. که اینقدر دوست دارم برنامه شما. مرسی. و همچنین به حمید جان و همه دوستان عزیزی که منو از این راه دور دارین تماشا میکنین. مرسی زهره جان. هوای لاس وگاس بگو چه خبره؟ گرم. گرم. 110 دیگه کمترین مونه دیگه. عادت کردیم به گرما متاسفانه. 110. هوا چطور اونجا؟ اینجا هوا بد نیست. طرف صبح که من داشتم میامدم استودیو، طرف وست لس آنجلس هوا ابری. آمدیم وسط‌های راه، همین مارهان درایو، توی فریوی 405 هوا آفتابی، الانم گرم. به هر حال دو سه شبم هستش که سرد. زهره جان لس آنجلس، یعنی وست لس آنجلس. خوش به حالتون. آره دیگه، من مجبورم، اصلا عادت ندارم که پنجره رو ببندم، ولی این یه دیشب ناچارن کم پنجره رو باز گذاشتم. ما وقتی پنجره رو باز میکنیم منصور جان، مثل این که هردرایه رو باز کردی، یعنی پنجره رو باز کنی، هردرایه رو این موار بتونه خوش کنی. من بگمم میشورم دو ثانیه بعد خشک خشک. آره. با کرونا چه خبر؟ شنیدن در لاس وگاس هم زهره جان خیلی حرف در ارتباط با کرونا بسیار بد شده. بله. اومدن همین رایتی که شروع شد، مردم ریختن تو خیابونا، همین کار باعث شد که دو مرتبه بعضی از رستوران ها رو ببندن، بعضی از هتل ها رو ببندن، مدرسه ها دو مرتبه برگشت سر جای اولش. هر اتفاقی تو کالیفرنیا میفته ما هم دنبال شماییم. حالا چرا به ما داری این چیز میکنی؟ حالا چرا از لاس وگاس به لاس وگاس؟ کالیفرنیا میر شما میگه یه حرفی رو میزنه، ما گوش میکنیم. ما هم فالوور کالیفرنیا. آخه همه از کالیفرنیا میان دیدن ما. 90% بله درسته، دقیقا.
آره مثلا وقتی میانیم و میان تعطیلاتشون خب از استخر استفاده میکنن، ولی بیشتر اکثرا میان برای قمار و فاصله گذاشتن بین قمار بازار با. صورتشونه ماسک میزنن شیلد کن با. هست منم ماسکم الان هست ولی الان نمیزنم. نه دیگه خواهش میکنم نزنید که ما میخواییم صورت زیبای شما رو ببینیم. اونجا هم وقت الان در لاس وگاس زهره جان رستوران ها فعالن یا اینکه نه اونا هم تعطیلن؟ نه رستوران های مثل فست فود میتونی بری غذا بگیری بیای بیرون با. یا اینکه تلفن بزنی جلوتر رزرویشن بدی بهشون اینطوریه دیگه. خیلی بد شده با. اصلا من نمیتونم الان بیام کالیفرنیا شما رو ببینم به این دلیل که همه به من میگن نه یا کالیفرنیا. درسته. چون کالیفرنیا هم بدتر شده در صورت که ما هم همه مکافات رو اینجا داریم، فرق نداریم، ما همه با هم دیگه در یک، حتی در ایران عزیز ما هم همه هم در یک بله. موقعیت هستیم. بله میفهمم چی میگی، میفهمم چی میگی زهره جان. متاسفانه قبل دو سال پیش که با شما صحبت کردم خیلی امیدوارتر بودم که دیگه مریض نشم ولی شد. آخه خب زهره جان ماجرا چیه؟ شما که وایستاده بودی بشکاریش کرده بودی و گوشه رینگ قرارش داده بودی و نفسش هم گرفته بود. ولی آهی زدم آره من با سرطان کنار اومدم. بله. اون دست سر من ور نمیداره. نخه تقصیر خود انسانه به نظر من. اگر ما یه مقدار از استرسمون کم میکردیم، اینقدر نگران مسائل مادی زندگی نبودیم، بیشتر به معنویات فکر میکردیم، شاید من از اون مسئله بودم. ولی من مسائلم خیلی دیپتر از این بود. من بخواد سرطان حتی سر کارم نمیتونم برم. زهره جان ما به خاطر اینکه یه یاداوری کرده باشیم و یه ایده‌ای هم که الان به بیننده‌های جدید پیوستن ممکنه ماجرا رو ندونن، من خیلی خوشحال میشم که به طور تا اونجایی که خودت تشخیص و صلاح میدونی یک یادآوری، یک ریویو، یک مروری داشته باشیم به این که اصلا این ماجرا در مورد شما چگونه آغاز شد، چگونه باهاش مبارزه کردی، بعد چه از 2003 برگردیم به سال 2003 که این کانسر لوکالی بود، یعنی همچین زیرو استیج بهش میگفتن، یعنی صفر، هیچی نبود. به من گفتن که تاماکسیفن استفاده کن، نکردم. گفتن کیمو بکن، نکردم. اینا اشتباه هایی که کردم باید میده. نه دفعه دوم 2011 سکند استیج اومد بیرون، یعنی به این لامپ، به این گندگی، مجبور شدم دبل ماستکتومی انجام بدم که خیلی ها این کارو میکنن، خیلی از اونها و یا اینشورنس مجبورت میکنه که دبل ماستکتومی بکنی، یعنی تمام سینه رو بر میدارن و به جاش ایمپلنت میذارن با. که من متاسفانه بد بود برام این مسئله، زیاد برام خوب نبود تو چندین سال. بعدش حالا به خاطر اینی که تاماکسیفن هم رو قطع کردم، بدن من روی هورمون های من کانسر در واقع فید کرده و دو مرتبه حالا زده به استخونا. آخه. کسایی که برست کانسر میگیرن متاسفانه اگر که سوایب بکنن به استخون بدنشون ممکنه یا به ارگنای دیگه بزنه با. حالا یکی به مغزش میزنه، یکی به روده، معده، من به استخونام زده. و وقتی هم چجوری هم فهمیدم اینه که اصلا نفهمیدم، من رام نمیتونستم برم اینجوری یکجی برای مدتهای طولانی یکجی رام میرفتم، تا اینی که رفتم دکتر و متاسفانه عکس که برداشت گفت که امرجنسی، یعنی جنوری، از جنوری تا حالا من گرفتار این مسئله ام که از کارم موندم، دیگه کار نمیتونم بکنم و همه این مسائل. این مرحله چهارم زهره جان بیشتر توضیح بده که گفت مسئله نه زهره جان اجازه میگن زیرو استیج یعنی نافی، سکند استیج
یعنی داره شروع میشه فورد استیج چهار دیگه آل... یعنی آلتیمت دیگه بالات بزرگترینشه، یعنی آلتیمت چیزیه که میکشه. حقیقتش دکتر به من گفت من تا 5 سال دیگه بیشتر زنده نیستم آقای منصور، یه کاری بکن. گفتن تا 5 سال بیشتر زنده نیستم. زهره جان من با توجه به اینکه روحی قوی شما رو باهاش آشنا هستم، خودم هم در مورد از تو انرژی گرفتم و حرفای تو خیلی رو من تأثیر گذاشت از شما. شکر. برای که واقعا بذار یه چیزی بگم، کانسر is way of life، یعنی ما هممون این مسئله رو متاسفانه در بدنمون داریم. این یه ویروس دیگه یا یه کمبود ویتامینه، هر کسی یه چیزی میگه. حالا به نظر من کمبود ویتامین میتونه باشه، چون ویتامین B17 که من شنیدم توی حسه زردالوه. شنیدی شما زردالو که ما میخریم میخوریم اون هستش ضد سرطانه؟ صحیح. No. اینو من اگه B12ش B17ش مزن کنم خیلی بالاست. این مثلا چیزیه که خوب بود استفاده بشه. ولی من الان بیشترش چیزی که به هم کمک کرد ریدیشن بود که از بین بردش. حالا فقط رو قرصا باید ادامه بدم، نمیتونم مثل اون دفعه قطع کنم دیگه، قطع کردنی تو کار نیست. حالا زهره رمزی، چرا شما به موقع به پزشک مراجعه نکردی؟ آیا همون مقاومتی که خودت داشتی و یه تنه میکردم؟ ببین منصور جان، خیلی آدم ها فکر میکنن خیلی قوی تر از مریضی هستن. من خودم جز اون آدم هم که فکر میکنم مریضی اصلا کاری نمیتونه به من بکنه، ولی اشتباهه، باید از خودمون مراقبت کنیم. و از همه چی مهمتر من گفتم فقط استرسه، چون منم استرس زیاد داشتم تو این مدت 2 ساله که بعد شما رو ندیدم، استرس هم هر روز بیشتر شد، بدتر از این، بدتر و بدتر و بدتر شد. از کجا شروع شد این استرس ها زهره جان؟ از کجا این استرس ها شروع شد؟ از کجا؟ از زمانی که راه نمیتونستم برم. اولین چیز این راه نمیتونستم برم. وقتی که فهمیدم دیگه نمیتونم راه برم، خیلی روم فشار میاد. ببین من یه هنر پیشم، یعنی دوست دارم باشم، متاسفانه پیش نیومده تا اینکه ادامه بدم. ولی دلم میخواد که باز برم روی صحنه، بازم میخوام برم کار کنم. یعنی یه ذره خب استرس آورد واسه من. بعدم کارم افتادم. من کارم خیلی خوب بود. من متاسفانه از کارم هم افتادم دیگه. اینای هم استرس به وجود، بدون داشتن پشتوانه، بدون داشتن هیچ چیزی. آقای وحیس جان، کارگردان عزیز، میتونیم به خانم زهره بگین یک نقطه ای رو نگاه کنن که رو به دوربین باشه، جهت چشمش؟ بله دقیقا زهره جان، اگر این زاویه رو نگاه کنی خطاب با بیننده ها به مراتب بهتره. الان زهره عزیز، دوران معالجه رو چیکار میکنی؟ چیکار باید کرد که مردم در کنار احساس کنی که این 5 سال ما باید به 50 سال که دارن تعارف میکنم، ولی باید به خیلی سالهای دیگر تبدیلش کنم؟ تعارف زیاده. هم حالا 20 سال هم زنده باشیم خدا رو شکر بابا. خب چی کار باید کرد زهره رمزی عزیز؟ برای من؟ برای اینکه شما رو، بله، از نظر درمان، آیا شما الان مراحل درمانی رو چگونه داری طی میکنی؟ مراحل درمانی که من هر ماه باید برم یه سوزنه باید بزنم برای دکتر. بله. هر روی قرصای مخصوص منو گذاشتن الان که دو قرصای کیموه، و اگر مجبور باشم باز باید برم برای لیزر، برای اون اسمش یه بلنک میشم گاهی وقتا. میفهمم. از بس خبس کارم یادم. نه راحت باش، راحت باش. آره ولی تنش کاری که شما میتونی بکنی منصور جان، یه شوهر برام پیدا کن. در حالا قربونه برم،
خیلی وای واقعا افتخاری است که کسی همسر زوره رمزی بشه، چرا که نه؟ آره حتما. خیلی ها که من همیشه یکی از بیچارگی ها همین بودی که فکر کردن من من الان تنهام، افتخارم میکنم تنهام، ولی یه سر خب عقب میافتادم وقتی پارتنر نداره تو زندگیش. بله سر سخته، ولی واقعا من سخن اگه ما کار بکنی همین کار بکنی کافی. خب ندارم قربونه دارم، مرسی. ببینید رویه رو آدم لذت میبره واقعا. من آدم... نمیتونم نخندم. نه میفهمم مرسی جان، میفهم. من نمیتونم شوخی نکنم، من نمیتونم جوک نیم. من... زندگی رو سخت نمیگیرم، هیچ وقت نگرفتم، حالا هم نمیگیرم، برای که مرگ برای همه هست. من متاسفانه مادرم از دست دادم. آخه. اون بعد من از همه چی عزیزتر. بله. و اونو پارسال از دست دادم، اونم استرس روی استرس من. متاسف. حساب کن چقدر همه چی با هم همدست داد و هم دیگه. میفهم. که من جلو که نیفتادم هیچی عقب هم افتادم. میفهم. عرض کنم که زهره رمزی عزیز رو اینطوری باید بهش نگاه کنیم که بازیگر بسیار مطرحی با چهرهای خیلی سرشناسی هم کاری داشته، با آقای شهریار قنبری، مسعود اسداللهی، پرویز شهریار قنبری، افتخار منه واقعا، با پرویز آقای پرویز صیاد، با بسیاری از چهره‌های هنری زهره رمزی همکاری داشته، با چهره‌های بین‌المللی صنعت فیلم هالیوود. به هر حال یکی از چهره‌های مطرحمونه که الان در شرایط بیماری سرطان، اون هم از نوع درجه چهارشه که به قول خود زهره درجه آخرشه، داره زندگی میکنه، داره مبارزه میکنه. بله زندگی کنید تا شقایق هست، زندگی باید. زنده باد، زنده باد زهره خانم رمزی عزیز. جان. من از یکی از همکارا، از یکی از همکارایی که در سالهای دور برنامه‌های فوق‌العاده بی‌نظیری رو با هم همکاری داشتی، از جمله آقای شهریار قنبری، ازشون خواهش کردم که ایشون هم مثل خودت در راه مسافت دور زندگی میکنن. بله. ازشون خواهش کردم که در این برنامه هم از طریق اسکایپ در مورد همکاری با شما صحبتی داشته باشم. من فعلا میخوام یه جایی نری یا همون جا؟ نه آره، من برم ارتباطمو با آقای وحید. میتونیم موزیک ویدیو پخش کنیم یا احتیاجی نیست که با خیلی خوب. آقای وحید فیاضی کارگردان فنی برنامه دارن ارتباط ما رو با آقای شهریار قنبری، هنرمند ارجمند، کارگردان، نویسنده و ترانه سرا، شاعر، ارتباط ما رو برقرار میکنن. دلیلش هم عرض کردم، همکاری های تنگ و تنگی که این دو چهره خوب با هم داشتن و بنابراین یکی از کسانی که میتوانست و میتواند در مورد زهره رمزی، خانم زهره رمزی صحبت کنه، آقای شهریار قنبری عزیز هستش و میتونم با ایشون صحبت کنم. آقای شهریار قنبری سلام عرض کردم. درود بر شما، درود بر همه، درود بر زهره جان عزیز. سلام، من فدای شما بشم. وای خدای من، شما برم. مرسی عزیزم، خوشحالم که شما رو سر حال ببینم. خوبین؟ من سر حال نیستم، ولی سر حال کردم خودم رو که مردم وحشت نکنه. نه نه نه، ولی اون سر حالی که با شما هست، اون انرژی با شما هست، زیباییتون سر جاشه. I can't wait to see you. من برای آگست هر روز شماری میکنم شما رو ببینم. سپاسگزارم. من همینطور زهره جان. شما اصلا یعنی با اون سابقه که من از شما دارم میدونم که شما در این نبرد پیروز خواهید شد. من شک ندارم. مرسی. بله شما. دوستانی مثل شما، مثل آقای سپروند، مثل تمام همه داشته باشم دیگه. اختیار. I'm set. خیلی ممنونم از برای اینکه میدونم که چگونه جنگی است. من همسرم رو از دست دادم متاسفانه، ولی 8 سال جنگید و میدونم که جوابش فقط مقاومت و
و جنگیدن روحیه گرفتن، روحیه داشتن فقط همینه. دقیقا. و در کنار شما دو مرتبه کار کردن، امیدوارم. حتما این کار رو میکنیم. باید این کار رو بکنیم. دیروز روز فردا پیری، جوانی، زشتی، همه اینا رو معلومه، بخشی از زندگیمونه دیگه، معلومه. این دوره رو ما حتما باید ثبت بکنیم. یعنی دریا کوچ کوچ فصل دومش رو حتما میسازیم. من هستم، شما به من بگو، هر روز گفتی من حاضرم. حتما این کار میکنیم جلو تمام میلیون ها آدم گفتیم شهر یا جمعه. حتما، اصلا یعنی شک نکن شما. نه من در اختیار شما. آقای قنبری، نظیرترین نویسنده‌ای هستی که من تو زندگیم دیدم. اصلا از همچاله غیر از ترانی سراییتون که اصلا اون که به جای خود من عاشقم و افتخار من بوده که با شما کار کردم. یکی از کاری که من با شما داشتم، یکی از بهترین نمره های کارنامه‌ام. یعنی اصلا شک نکنید. باعث افتخار من اینه شما میگی. من همین دیروز باز دوباره یکی از اپیزودها رو میدیدم، خودم باورم نمیشد که در 4 دقیقه، در 5 دقیقه یه تیک همه حرف زدیم. این همه کار کردیم. و اون اینجا لازمه که من توضیح بدم، اولا که یه پرانتز بزرگ باز کنم اون بالا. به باور من شما که درخشان ترین استعدادهای دوران هجرتی، یه شک ندارم. و اگر که به آرزوهاتون یا به رویاهاتون نرسیدید، چون هممون نمیرسیم، هیچ کدوم از ما به اوج رویامون نمیرسیم، و شاید همین درسته که بتونیم تلاش کنیم که بهترینمون باشیم همیشه. بنابراین جدا از این که شما یکی از استعدادهای درخشان این دورانی و خودتون باید خوب بدونید، من اون دوران رو هرگز از یاد نخواهم برد. توضیح باید بدم که ما با امکانات زیر صفر، یعنی هیچ امکانی، با دست خالی، بدون سپانسر، بدون تهیه کننده، کما اینکه اگه به یاد داشته باشید اصلا به این خاطر ما متوقف کردیم کار درخشانی رو که مردم اون همه دوست داشتن. یعنی این دیگه حقیقت فکته. برای این که نتونستم برای اون سپانسر پیدا کنم و همون بازی های همیشگی تلویزیون های شهریار جون اسپانسری هم بود، زیر پای من و شما رو زدن قربونتون برم. دقیقا. من خوب یادمه، دور قابچی همه دور ما رو زدن. من خوب یادمه ترین شهریار. من یادمه که دوستان وقتی که هفته اول پخش شد بلا فاصله سراسیمه رفتن به دفتر اون تلویزیون که تماشا کنه و اگه داشته باشید همون رو کپی کردن، در شهر اجرا کردن برای چند سال. کپی بعد. و اینا همه رو یادمه من. و یادمه که شما به عنوان بازیگر اصلی کار یک چیزی شبیه نیم ساعت قبل از ضبط فقط متن رو خوندی همیشه. بله. در بهترین شکلش، بعضی وقتا کمتر. یعنی اینو دوستان باید بدونن که این کار درخشان به باور من که هنوز همچنان یک چین نیفتاده باشه، یک چوک نیفتاده، پر از انرژی، پر از زیبایی. این کار رو ما در فاصله نیم ساعت آماده کردیم. دقیقا. تو هفته بعد، باز دوباره هفته بعد این همین شهر. یادم شما با نور هواپیما درست میکرد. با یه دونه کاغذ هواپیما درست میکرد، دار درست میکردیم با بند. چقدر عالی بود. ولی من یکی از بهترین کارامه، میدونم. برای من هم همینطور، اصلا شک نکنید. و خب غم انگیزه که حتی یه کپی تر و تمیز ما از این کار نداریم. نه ایشون هر کسی که بودن و موقع بس که پرتش کردن تو. حالا برای مهم نیست، برای اینکه همون کپی بدی که ما داریم باز نشون میده که کار چقدر مهمه. حالا انشالله کار جدیدمون همین، ولی در 4K شما 4K میگیریم، تصویر درجه 1.
آقای قنبدی، تلویزیون ITN کمکمون می‌کنه. حتما. آقای قنبدی ببخشید، اولین باری که شما از خانم رمزی دعوت کردید برای همکاری در چه موردی بود؟ یک سریال پیوسته تلویزیونی بود و چگونه اصلا شکل گرفت؟ چگونه از میان کسانی که در اون موقع خانم‌های بازیگر فعال بودن دست روی شهره زهره رمزی گذاشتی شما؟ برای اینکه من کارشون رو با مسعود اسدالله‌ای عزیز دیده بودم و می‌دونستم که ایشون بهترین انتخاب خواهد بود. بله. خیلی ممنون، قربون شما برم. من وقتی به من گفتن آقای قنبری میخوان با شما کار کنن، اینقدر خوشحال بودم که 2 ساعت زودتر اومدم. مجموعه زهره جان، مجموعه کارهایی که با آقای قنبری داشتی به چه تعدادی میرسی؟ ببخشید نفهمیدم چی گفتی؟ گفتم مجموعه کارهایی که با هم دیگه داشتین به چه تعدادی میرسی؟ 13 اپیزود کار کردیم. بله، جا در اون تلویزیون، بعدم چند اپیزود که دیگه گلیاپوچ نبود ولی کارهای مستقل بود با تلویزیون جام جم. بله. باید یادش باشه برای برنامه های نوروزی. بله بله، میگین اونا دیگه، اون خودم هم خواننده بودم. یادتونه؟ من هیچ کدومش اینجام نمیره. تمام اهمیت کار در اینه که شما تمام اون نقشا رو از زن حزب‌اللهی گرفته تا خواننده تا همه رو به بهترین شکل اجرا کردید. و من کسی رو که بتونه این کار رو بکنه در این شهر و جاهای دیگه ندیدم. بنابراین شما خوشحال باشید که کارتون درسته. آقای قنبری فکر میکنید که با این شما اینو دیگه برای من کافیه دیگه. سپرمن ازشون ممنونن که من دعوت کردم و شما رو من دیدم از نزدیک دو مرتبه. خیلی خوبونتونم. خوزارم عزیزم. مرسی آقای قنبری. شما رو میبوسم از راه دور، امیدوارم که به زودی ببینمتون زهره جان. آقای قنبری ببخشید، خانم زهره رمزی اشاره کردن که به زودی شما رو در لاس وگاس میبینن، ماجرا چیه؟ بله، 1 آگوست یه برنامه اونجا هست بعد از مدت‌ها قرنطینه. بله. همین که زهره جان رو ببینیم خیلی، من شما رو ببینم برای من یک دنیا ارزش داره. همین برای من. در کجا هست آقای قنبری که ما بیایم؟ رستوران شعله آقای پازاگاد. بسیار خوب، بسیار خوب. آقای پازاگادی هم که اونجا با رستوران شعله بسیار آقای رئیس شهر هم اونجا شهردار هم دیگه. جای همگی خالیه، اگر تونستیم فیلمی میگیریم براتون میفرستیم، اگه نشد که دعوت کنیم همه بیان. انشالله. آقای قنبری یک دنیا تشکر، خیلی لطف کردیم، خیلی ممنونم از شما. شهر جون قربونت برم من. I love you. حتی آفزابی، I love you too. سبز آفزابی باشید. جانم برای شما بشم، درود بر شما. عرض کنم که زهره جان خیلی دوست داشتم که با آقای مسعود اسدالله‌ای هم همچنان مثل آقای قنبری گفتگویی داشته باشم. آقای اسدالله‌ای اشاره کردن من اسکایپ ندارم، ولی چقدر به نیکی از شما صحبت کردم. آقای اسدالله‌ای در تلویزیون دیگه برنامه دارن و من کاراشون هم میبینم، بقیه کاراشون ولی یه ذره حال ندار بودن، باید بله. هوای ایشون هم داشته باشه. بله، هفته یه روز ما ایشون اینجا میبینیم، تشریف میارن اینجا میبینیم، ولی بله اشاره کردن که چون من از نظر اسکایپ ندارم برام مقدور نیست، ولی چقدر در مورد شما صحبت کردن، در مورد آدم حوا، و مثل این که آقای اسدالله‌ای گفتن که با از طریق من زهره رمزی شناخته شد. آیا شما خاطر؟ برای اینکه من با آقای صیاد کار کردم اول. بله. ولی یه نقش کوتاهی داشتم توی سمد به جای میره و نقش یه دختری به نام خواهر سکینه. بله. یا سکینه. بله. یادم نمیاد دوره سکینه میگو سماده آقا بود دیگه، سماده آقا دیگه. بار زیاد چیز نره از اون طریق آقای صیاد، من توی عروسی با آقای کامران نوزاد آشنا شدم. بله.
و آقای نوزاد منو کس کردن برای مسعود اسداللهی و از اونجا هم افتخارم بود که با آقای شهریار قنبری آشنا بشم. بله، شنیدم که قرار بود یه فیلمی رو با آقای کامران قدرچیان. نه، یه تئاتر. کامران ملک مطیع. ملک مطیع، ببخشید. کامران ملک مطیع در موو کرده لاس وگاس، الان مدت یه ساله اومده. نه یه سال هم فکر نمی کنم، فکر می کنم کمتره. ولی ایشون قراره که ما یه کار تئاتری با هم انجام بدیم که هی عقب میفته، کرونا نمیذاره، حالا به قول معروف به ورکینانه. اوکی، انشالله هر چه زودتر. ولی خیلی آقای قنبری زیبا صحبت کرد، خیلی. و حال تو هم اشاره کردی انشالله یک اسپانسری پیدا بشه که بشه این برنامه رو در تلویزیون آی تی شهری آقای قنبری رو دعواشون رو داشته باشین، برای که یکی از بهترینان، اینا بهترینای ما هستن که احتیاج دارن تکر بشن. یعنی یک اسپانسر چیزی نیست براشون، این قیمت اونجوری نداره، ولی آرتی که به جا گذاشته خواهد شد دیگه نیست، کسی نیست. الان واقعا آقای قنبری نباید این همه مدت کار نکرده باشه. ولی با من واقعا از انگوش شماراس هست آقای قنبری، که از کسانی هستش انگوش شماره در جامعه ایرانیان. واقعا هم جاش خالیه در تلویزیون، جاش بسیار 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 خالیه. ما کارهای بسیار ارزنده ای از ایشون رو دیدیم و ثابت شده. ولی آقای قنبری راست میگه، برای این کار باید یک اسپانسری باشه، یک اسپانسری داشته باشن که بتونن کار رو جلو ببرن. و امیدوارم انشالله این موضوع بشه. خب زهره عزیز، برمیگردیم دوباره به خودمون، صحبت خودمون. شما اشاره کردین که دوران درمان رو به هر حال دارین طی می‌کنید، اشاره کردید که مرحله چهارم سرطان خودتون، این علنا اشاره کردید این مرحله چهارم، فاز چهارم مرحله آخره، ولی دارید معالجه رو دنبال می‌کنید. دارم معالجه می‌کنم دیگه. بله بله بله. الان یه باید تمام مدت مواظب بشم. دقیقاً. یعنی تمام، یعنی از مثل اون موقع نمیتونم مثلا تا بهم گفتم یو کانسر فری، هیچ کس کانسر فری نیست. بله، این یه جا دیگه میره خودشو نشون میده. باید از نظر غذایی خیلی مواظب باشم، استرس نداشته باشم. بله، و متاسفانه همه اینا دست به دست هم داد که الان تحت نظر دکتر حالم بهتره. خدا ولی بشو. سخته برام، خیلی سخته. میفهمم چی میگه. و به هر حال این در این معالجه هزینه بالایی داره. بینندگان عزیز اینو جدا عرض میکنم، هزینه بسیار بالایی داره. و زهره عزیزم که کار نمیکنه، شرایطش هم خودش بذاره. الان گفت پسر ایشون، پسر گل ایشون، اسمش چیه پسر زهره جان؟ اسمش از چاد، CHAD، چاد رمزی. الان تصویرش رو آقای وحید با همراه خانومشون و نوه گلت بر روی صفحه دارن ظاهر میکنن. و همون ایشون هم در لاس من سه تا نوه دارم. آه خدا حفظشون کنه. حالا عکس اون نوه رو نشون میدیم. ایشون در کجا زندگی میکنن؟ دو تا دخترام الی هستن، ولی پسر کوچیکم تمپا فلوریدا. ایشون برای من کاری کردن که بتونم فان ریزینگ بکنم. من فکر کنم شما میخوای راجع به مسئله است. بله، ایشون، بله پسر ایشون لطف کردن برای فانرایزین اقدام کردن، یک صفحه ای رو درست کردن که حالا من اجازه بدین صفحه ای که مربوط به زهره هست، اگه تصویرش به اینجا میاد پایین تر، زهره انجل. بله، زهره انجل. انجلز این پسر من درست کرده. از بس من غور زدم، گفتم کار نمی کنم، وضعم اینجوریه اینجوریه، به من گفت من که ما خودمونم وضعمون همه همینه، همه وضعها اینطوریه. بله. برای هم واقعیت رو گفته تا اونجایی که میتونسته، تا اونجایی که نمیتونسته حرف بزنه خب نزده دیگه. بله. بعد این هست، پیجش هست Go Fund Me. بله، Go Fund Me، یعنی کسانی که بخوان برای زهره عزیز رو حمایت کنن، زهره عزیز رو از 5 سال انشالله به سالهای زیادتری در کنارش باشیم،
درصد عمرش رو با حمایت شما خیلی بالا ببریم. باید اگه میخوام کار کنم انشالله. ببین آقای قنبری ببین چه پیشنهادی داده واقعا. من عاشقه ایشونم. یه سایتی هستش که میتونیم به اون سایت مراجعه کنیم، GoFundMe. سایت بعدیست و هیجان میتونیم بریم اونجا سرچ کنیم و زهر انجل رو در این سایت پیدا کنیم. از یه دلار گرفته تا هر چقدر که دلمون میخواد میبینیم که در اونجا هموطنان عزیز ما 25 دلار 50 دلار به حال کمک کردن به این زهر عزیز کمک کردن و به حال چیزی نبوده تموم شه. نه به حال باید دست به دست هم بدیم، دست به دست هم بدیم و هر چقدر که مقدوره داریم برای یک هموطن هنرمند خودمون وقت میگذاریم، در واقع یاری بهش میدیم که بیشتر از اینا ببینیم، بیشتر از اینا در کنار آقای شهریار قنبری کاراشو ببینیم، در کنار آقای ملک مطیعی ببینیم، در کنار آقای مسعود اسداللهی ببینیم. حیفه زهره رمزی باید برای ما باقی بمونه. در نتیجه ازتون خواهش میکنم دست به دست هم. من همیشه از شما ممنونم که به من خیلی لطف داری من خیلی زیاد. خواهش میکنم. پس عزیزان همونطوری که خدمتتون عرض کردم زهره انجس در گوفامی رو باید پیدا کنیم. سایتش هم آقای بله زهره انجس. این باید بریم تو گوفامی تو صفحه اصلیش بعد سرچ کنیم زهره انجس رو که گفتم میام الان که آقای وحید نشون دادن که اول اون سفر رو ما باید بریم پیدا کنیم www.gofundme. بعد مرسی وحید جان. گفتم می اول دنبال زهره انجلز. درسته آقای وحید جان مرسی. همه میشه فرشته های زندگی من. با قربونت برم الهی. آره وحید جان محبت کرد این کار انجام داد، دستش هم درد نکنه، خیلی سریع. مرسی. خیلی چون چقدر کارشون عالیه. فوق العاده است. آقای وحید فیاضی فوق العاده است. کارش بسیار عالیه. زهره جان خیلی ممنون. انشالله طوری بشه که بیام ببینم لاس وگاس و مراقب بر سر منحل ایرانی ها بیان ویگاس نرن قمار کنن ها. بیان فقط رستوران های بسیار عالی، غذاهای خوب و داریم هنرمندا رو میاریم اینجا، داریم اینجا رو میکنیم یه ایران کوچولو اگر بشه. خب آخر برنامه است، میخوام ازت خدافظی کنم، میخوام ببینم دوست داری چه موزیک ویدیو برات پخش کنیم. والا من همه هنرمندا رو دوست دارم، مارتیکو خیلی دوست دارم. باهاش در تماس هستی؟ بله گاهی وقتا ایشون احوال من رو میپرسن ولی الان خیلی وقت ندیدمشون. حالا انشالله که حتما باید تماس خواهد گرفت. خانم ها آقایان بینندگان عزیز، اهم از نوجوان و جوان و میانسال و غیره، زهره رمزی رو دریابیم. زهره رمزی قرار با آقای شهریار قنبری یک برنامه رو اجرا کنن، بنابراین به یاریش بشتابیم، بریم تو GoFundMe و زهره انجلز سرچ کنیم. هر چقدر دوست دارید، هر چقدر دوست دارید در ارتباط با بهبودی زهره رمزی هر چقدر مبلغ رو که دوست دارید یاریش بدین. مرسی. آقای شفقیز سلام منو خیلی برسونین به مانی جون، سلام منو و نوه خوشگلشون هم برسید. امروز اینجا بود کلی انرژی گرفتیم، کلی با نوه شد. خیلی ماشاءالله نازه. خیلی 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 برنامه تلویزیون شما رو دیگه من دارم هر روز نگاه میکنم آقای سپر. مرسی. آقای دیل شفخیز وقتی بیاد منو میخندونه. اکه من عاشق برنامه تلویزیون شما. قربون من از طرف آقای شبخیز و دیگر دوستان ازت تشکر میکنم. خیلی آقای شبخیز دوستت داره ها. خیلی من اصلا از خنده از دستش میمیرم، یعنی حرف نداره. خدا حفظت کنه. زهره جان حرفی دیگه برای گفتن هست؟ نه فقط میخوام همه مواظب خود تو رو خدا این ماسکو بزنین، دستتونم بشورین، فاصله بگیرین، این تموم شه و کرونا بره، خبر مرگش ما رو کش.
زهره جان راستی راستی ان شاء الله سالم باشین و برای بچهای ایرانم به همشون میگم من اینجا هستم براتون. I'm here for you. الهی من فدا یکی به یکی شما بشم. قربونت برم. من از طرف بچهای ایران ازت تشکر میکنم. زهره جان یه جواب خیلی 20 ثانیه ازت میخوام، چون وحید جانم موزیک ویدیوی مورد دلخواهتو پیدا کرده. در مورد انتخابات چه نظری داری؟ منظورت از کرونا است؟ نه، انتخابات. انتخابات امریکا سال 2020. انتخابات. کیو من به هیچ که رأی نمیدم. خانم وزم قارش میشه، نمیدونم کی درسته کی غلطه. اوکی. خانم آقایان، این بود گفتگو با زهره رمزی عزیز، این هنرمند خوبمون که همه باید بهش عرض کنم در کنارش باشیم. از شما خدافظی میکنم زهره جان. خدافظ. خدا حفظت کنه. مرسی وحید جان، مرسی، خیلی ممنونتم، خیلی خیلی. I love you guys, I love you every one of you. Bye. مرسی از شما بینندگان عزیزم. خدا نگهدار. خدا نگهدار زهره جان. از شما بینندگان عزیزم خداحافظی میکنم. از آقای وحید فیاضی مثل همیشه که واقعا در مورد کارگردانیش حرف نداره، دوست دارم کارشو و ازش خیلی ممنونم. در مورد برنامه امروز خیلی محبت کرد، چیزای ناامکان